من حاضرم عزیزم. چه زود. خب دیگه قهوه؟ چقدر وقت داریم؟ با قطار بعدی 35 دقیقه. خوبه، یه فنجون قهوه گرم قبل از یه سفر طولانی. باشیر لطفا. الان برات میاد. بله بفرمی. الو؟ الو؟ با کی کار داری؟ عجله نکنید، هنوز 5 دقیقه وقت دارید. سعی نکنید این 5 دقیقه را با تلفن کردن به پلیس هدر بدید. من جای شما بودم توی این 5 دقیقه آخر خیلی کارا میکردم. منتظرم باشین. قهوه‌ت آوردم عزیزم، زود بخور که بریم. شما کی هستی؟ از من چی میخوان؟ الو؟ 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 کی بود؟ نمیدونم، شاید یه مزاحم تلفنی. چی میگفت؟ حرفای یه دیوونه جنسی رو نگران نباش. در قفله؟ آره که قفله، تو از چی ناراحتی؟ یه بار دیگه میشه امتحان کنی؟ آره الان میبینم. میخواستم دو تا ساندویچ برای تو رامون درست کنم، هر چند تا تو قهوه‌تو بخوری درست میکنم. الو. بله. اداره پلیس. میبخشین، یه نفر به من تلفن زد که تا 5 دقیقه دیگه میخواد منو بکشه. این شخصو میشناسین؟ نه. شما با کسی خصومت شخصی ندارین؟ نه، به هیچ وجه. پس نگران نباشین، چیز مهمی نیست. خب حالا باید چیکار بکنم؟ من اگه جای شما بودم آهنگ زندگی شیرین و زیباست و میذاشتم و از این فکر رو میامدم بیرون. ولی خب بد نیست درها و پنجره ها رو قفل کنید و گزارش کتبی این تلفن رو برای پلیس بفرستین. موضوع رو جدی نگیرین. روز بخیر. متشکرم. موفق باشین. حالا چه وقت صفحه گوش کردنه؟ مگه خیال نداری بری؟ حالم خوب نیست. چی؟ حالا خوب نیست؟ الان دواتو میارم. عجله کن، از شهر نمیای. دارم دواتو میارم. خبر تازه‌ای داری؟ قربان، یک قتل در آپارتمان‌های جنوب غربی بلوک 3 شماره 104 گزارش شده. به گوشم. کسی هم دستگیر شده؟ خیر قربان، هنوز خیر. به گوشم. بسیار خب، واحدهای گشتی منطقه رو فوراً به محل حادثه بفرستید. منم قبل از اومدن میرم یه سری به اونجا میزنم. خب شاید چیزی پیدا بشه. شما در حال حاضر در کدوم منطقه هستین قربان؟ 23 ساحلین. متشکرم. تمام. تمام. برو به بلوک 3 جنوب غربی شماره 104. بله قربان. واحد گشتی شماره 3 بگوشم. گشتی شماره 3. یک قتل در آپارتمان‌های جنوب غربی بلوک 3 شماره 104. شنیدم، تا چند دقیقه دیگه میرسیم. تمام، عجله کن گروبان، یه ماموریت فوری داره. فرمی
گشتی شماره 7 بگوشم. فوراً خودتون رو به آپارتمان های جنوب غربی بلوک 3 شماره 104 برسونید. وضعیت 12. شنیدم به محل میه. یه درد سر تازه. یه قتل. بله قربان. کدوم آپارتمانه؟ اون بالا تو طبقه 8. بفرما قربان. متشکرم. شما همینجا منتظر باشید. چند نفرم دنبال من. یک پلیس لطفا جلوی در باید هستید. برید کنار. میبخشید قربان چی شده؟ مقتول کجاست خانم؟ اونجاست. شوهر بیچاره. روزنامه دولنبر من بگیر مقتول با شما چه نسبتی داشت خانم؟ شوهرتون بود؟ بله. شما قاتل رو دیدین؟ نه. هیچ علامتی از اون به جا مونده؟ فقط سایش رو پنجره دیدم قبل از اینکه بیفته رو خانم. وای خدای من، جسد معرکه است. خوبه، میگیرم. دوباره فوکوس یادت نره. نمیره. بیچارم رفت. اصل کاری اینجا افتاده. نه نمیشه. اینجا نه خوب نیست. اینجا خوبه. لطفا به هیچ چیز دست نزنه. خوبه. چرا یه رنگ زرد شد؟ بله جانم، قاتل خیلی حرفه‌ای بوده. هیچ اثری باقی نمونده. روی صورت مقتول اثر کبودی دیده میشه. روی جمجمش اثر شکستگی هست که قاعدتاً مار بعد از مردنه. احتمالاً در اثر زمین خوردن این علامت پیدا شده. بله دکتر، شما علت قتل رو چی تشخیص میدید؟ راستش هنوز هیچی؟ شاید یک داروی سمی. باید بیشتر بررسی بشه. عجیبه. منظورتون چی؟ هنوز به نمونه های بیشتری احتیاج دارم. لطفا برین کنار، اجازه بدین. پسر نه ترس، بیا بابا، بیا جلو. یه عمر از این را باید نون بخوریده، بیا جلو. چی؟ من؟ باشی چشم. آخر تو چیزی نمیشی، اگرم بشی چیز مناسبی نمیشی. وقت بیفته که آماده میخوای. اینم لباس خوبیه. آقا شما یکم نصیحتش کنین. سق این بچه رو انگار با ترس برداشتن. همش میگه میترسم.
میترسم. از کی؟ از چی؟ خبر مرگه؟ فوق‌العاده روزنامه، روزنامه فوق‌العاده، قتل مرگ یک کارمند فوق‌العاده. هنچه فوق‌العاده روزنامه، فوق‌العاده روزنامه، قتل مرموز یک کارمند فوق‌العاده روزنامه، فوق‌العاده بفرمایید فوق‌العاده، قتل مرموز یک کارمند فوق‌العاده روزنامه، لباس‌های ارزون و مناسب فوق‌العاده، قتل مرموز یک کارمند فوق‌العاده روزنامه، آخرین خبر، خبر قتل مرموز یک کارمند بفرمایید. قتل تلفنی، آخرین خبر، قتل مرموز یک کارمند فوق‌العاده روزنامه، روزنامه، قتل تلفنی فوق‌العاده. الو، شما روزنامه ها رو خوندین؟ منظورم مرگ های تلفنیه. نه، نه، نخوندم. شما؟ این بار نوبت شماست. نیم ساعت بیشتر وقت نده. جناب ریکی باشین؟ الکاپون؟ این نیم ساعت رو میخوای چی کار کنی؟ لابد طبق معمول میخوای از پلیس کمک بخوای. میل خودته، ولی من پیشنهاد میکنم پولی رو که از همسایتون گرفتی بهش پس بدی. امروز وضع پولیت هم که خوبه. تو کی هستی که برای من تکلیف معلوم میکنی؟ فقط نیم ساعت، نه بیشتر. گفتم که اگه راست میگی چرا خودتو معرفی نمیکنی؟ ببینم، ما حساب خورده ای با هم داریم؟ الو؟ الو؟ حرف بزن. چرا جواب نمیدی؟ راستی قطع کرد. شب بخیر آقا. شب بخیر. ببینید، با مزه‌ای به من تلفن کرد که نیم ساعت دیگه میخواد بیاد منو بکشه. من میخواستم تلفن منو کنترل کنید ببینید این جناب کیه و از کجا تلفن میکنه. آدرس چطور؟ خیابان 82، آپارتمان 4، شماره 17. لطفا از خونه بیرون نرین. درا رو محکم ببندین تا ما برسیم. ببینم، یعنی قضیه رو باید جدی بگیرم؟ شما چهارمین نفری هستین که بهتون تلفن شده. سه نفر قبلی همشون کشته شدن.
چیه؟ در باز کنید. پلیس. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شما همه اتاق رو خوب بگردید. شما هم راه رو بررسی کنید. توی این خونه غیر از شما کس دیگه هم هست؟ مثل این که نه. پس اجازه بدید همه جا رو بازرسی کنیم. شما؟ خبرنگار دوالامبر. بفرمایید. متشکرم، متشکرم. شما هم که بله. خب خوبه خوبه، همه چی مرتبه. از کجا شروع کنیم؟ عکس بگیر جانم، عکس بگیر، یلا از همه جا. بگیرم، بله. باشه میگیرم. ظاهراً باید قاتل به شما تلفن زده باشه، چون به نظر گرفته میاییم. ببخشید کی بهتون تلفن شد؟ شما؟ من توی روزنامه عصر هستم، خبرنگار ویژه قطع‌های تلفنی. البته این ماموریت جدیدمه. میدونید روزنامه روی این موضوع زیاد حساب باز کرده. ای حالا از آقا ممکنه یه قیافه وحشت زده بگیرین؟ خودشه، گرفتم. حالا لبخند بزنین، چاقورم بیارین، بیارین بالا توی کاک جلوی صورتتون، جنایی باشه. آها، میشه اینجا رو هم نگاه کنی؟ با گوشه چشم. آره آره، یه کمی مرموز خوبه. خوب بود، مرسی. نگفتید کی بهتون تلفن شد؟ تقریبا 20 دقیقه پیش بود. راستش اولش جدی نگرفتم، ولی حالا دارم نگران میشم. قاتل بهتون چی گفت؟ با چه جمله‌ای تهدیدتون کرد؟ گفت تا نیم ساعت دیگه میام میکشمت. پس 10 دقیقه دیگه وقت داریم، فقط 10 دقیقه. حتما شنیدید که اون تا حالا به همه وعده های خودش عمل کرده. نه نه نشنیدم. حالا که شنیدین چه احساسی دارین؟ از اینکه ممکنه تا 10 دقیقه، نه نه، تا 9 دقیقه دیگه کشته بشین، احساستون چیه؟ راستش میترسم. یه عکس العمل طبیعی. خب حالا ببخشید، حالا یه سوال خصوصی. شما دلتون میخواست چند سال عمر کنید؟ فکرش نکرده بودم. آها. ولی خب دلم نمیخواست هیچ وقت بمیرم. ببینم، شما تو همسایه هاتون آدم مشکوکی نداری؟ نه نمیشناسم. صدای قاتل چی؟ براتون آشنا نبود؟ نه. صداش چطوری بود؟ خشن؟ مرموز؟ مردانه و قاطع. خیلی جدی و با وقار حرف میزد، طوری که توی دل آدمو خالی میکرد. میشه بگین دقیقاً بهتون چی گفت؟ گفت به پلیس تلفن نکنم. یه چیز دیگه هم گفت. چی گفت؟ گفت برم بدهکاریمو تا وقت هست به همسایه بالایی بدم، چون ممکنه دیگه دیر بشه. همسایتون؟ شماره 19. یه دلال اتومبیله. چیزی پیدا نکردیم قربان. خب ما وقت زیادی نداریم. ماموران مخفی ما همه جا مراقب هستن، ولی شما هم در آپارتمان ببندید و جلوی اون پنجره حرکت کنید، طوری که ما بتونیم شما رو بهتر کنترل کنیم. به مورد مشکوکی برخورد نکردم. همه جا تحت کنترل. و اونجا مراقب. مگه این یارو تا حالا چند نفر اینطوری کشته؟ شما چهارمین نفر هستین. آخه چرا من؟ خب من که به کسی بد نکردم. یک سوال دیگه.
شما هیچ دلتون میخواست اولین مقتول بودین؟ چون میدونین بعضیا مقام اول رو توی هر چیزی دوست دارن. اوه، اگه ناراحت شدین یه سوال دیگه، فکر میکنین قاتل شما کی باشه؟ فکر میکنم خود شما باشید آقا. ها؟ برای اینکه با سوالات واقعا داری منو ذره ذره آب میکنین. نه، بیرون، بیرون، همه بیرون آقایون، بیرون، بیرون. شما محکم در رو ببندید. همه جا رو مراقبین. مأمورین ما تمام ساختمان رو محاصره کردن. یه دونه بدون لبخند از شما. این بار نباید از چنگمون در بره. تمام پلیس شهری و ماموران مخفی پلیس برای دستگیری قاتل در چهارمین وعده او تجهیز شد. چهارمین مقتول یک خواننده پاپ است. او مردی بلند قد و شوخ‌طبع است که در آخرین لحظات دچار حالات عصبی شدید شد. او آرزو دارد برای همیشه زنده بماند. در هر صورت هنوز این معما حل نشده است که قاتل چه کسی است؟ آیا قاتل تلفنی یک نفر است یا شبکه‌ای به این قتل‌ها دست می‌زند؟ چه انگیزه؟ اینجوری نگاه نکن میترسیم همار از اون زاویه نگی از این برم ازش بگیر یه دفعه دیگه منو نگاه کن خوبه مقتول چهارم گفته تو ازش پول طلب داشتی بله آقا ببینم کسی دیگه ای هم از این موضوع خبر داشت؟ نه قربون ارزش خبر کردن کسی رو نداره تو قاتل اونو میشناسی؟ من؟ من میشناسم آقا آخه من از کجا میشناسم؟ در اون وقت تو اون دوربر چی کار میکردی؟ مامورای موتور پشت آپارتمان مقتول دستگیر کردن خب من میخواستم برم به آپارتمان خودم نمیدونستم که اتفاقی افتاده امورو نگاه کن این های خوشگل ببرین لباس های شیک دارم آقا چهارمین قتل تلفنی قاتل جلوی چشم پلیس مقتول رو از پا در آورد عکسای زنده از مقتول قبل از حادثه روزنامه از بله آقا یه روزنامه چشم بفرمید روزنامه فوق‌العاده روزنامه فوق‌العاده بفرمید باکسون باید یه دور دیگه باشه شما هم Thank you.
قهوه. متشکرم. خواهش میکنم. بله؟ الو؟ با کی کار داری؟ با شما. دو دقیقه دیگه بیشتر زنده نیستی. این دو دقیقه فرصت رو میخوای چی کار کنی؟ آیا شما میدونستید که این حادثه خانم یه سوال غافلگیر کننده. شما میدونستید که ترمز ماشینتون بریده؟ اگه میدونستم که سوار نمیشدم. پس با خاطر جمعی سوار ماشینتون شده این بله؟ و توقع دارید که مردم حرفتون رو باور کنن؟ و هیچ ارتباطی هم بین این حادثه و تلفنی که دو دقیقه قبلش جلوی مشتریا به مقتول شده بود نداره. نه خیر. خیلی خوب. خیلی خوب. آخرین چراغ قرمزی که شما توقف کردید با محل حادثه چقدر فاصله داشت؟ دو تا چهارراه بالاتر از محل حادثه بود. راستی؟ و تو این دو تا چهارراه ماشین شما اینقدر سرعت گرفت؟ بله 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 بله. کارتو بخون. لطفا دستتون رو صورتتون برداری، میخوام اشکاتون رو بگیرم. شما با مقتول آشنایی داشتین خانم؟ نه، چه دلیلی داشتونو بشناسم؟ پس برای چی اونو کشتین؟ ترمزم بری، ترمزم بری. آخی کفلی، چرا حرفمو باور نمی کنی؟ بگو بگو. من خودم از اون قاتل تلفنی که همه جا صحبتش می ترسم. پس چرا بعد از تصادف فرار کردی؟ ده؟ آقای خبرنگار لطفا آرام باشی جانم. آرام آقا بعد از تصادف فرار کردم. بیرون. برای اینکه ترسیده بودم، برای اینکه شوکه شده بودم. خب، بازم بگو بگو بگو. شما هم دیگر رو میشناسین؟ نه خیر، نمیشناسمش. نه لطفاً یه لحظه پیش هم بشینیم. یه قیافه خشن، خشنتر، خشنتر. خوبه، 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 خوبه. آها، جنایی شد. شما عاطفه نداری، شما عاطفه نداری. لباسای قشنگ، لباسای شیک داریم آقا. فوق‌العاده، لباسای تازه همه رو از باد در آورد. فوق‌العاده روزنامه آخر.
مشتر خوبیه، انگار تلاش خیلی بالاست پسر. روزنامه بدم، روزنامه بدم، اخبار جدید، قتل مشکوک نهمین مقتول، روزنامه، روزنامه. لباسان ارزون و قشنگ، لباسان شیک داری. خود کمک کن. تو کی میخوای زندگی کردنو یاد بگیری؟ من که اینجا بیفتک خوره ماف نمیخوام. یه خورده کمک کن، میبینی که این روزا سرم شلوغه، مرده ها زیاد شدن. صدق سریه مرده ها صاحب ماشینم شدی ها؟ تو شیب کردن؟ آره، آخه قرش خیلی گرفته، تیراج مرده بالا. بیا، چی میره این همین را کن؟ من میرم آتیلیه، بعد میبینم. موزه باش دوباره فیلم ها رو خراب نکنیم. باشه، سعی میکنیم. چقدر شکل همفری بوگار چه دیگه عزیز زنه توشی خط منتظر هست الو الو عزیزم تویی؟ آره خودم هم، تو چطوری؟ الان یه هفته است که حتی شبا هم خونه نیومدی. اگه چند روز دیگه دندون رو جگر بذاری میام، مسئول پیگیری خبر مرکای تلفنی منم. راستی مژده عزیزم، تیراژ روزنامه رفته بالا. رئیسم گفته اگه همینجور ادامه پیدا کنه 10% از سود روزنامه میره توی جیب من. منم رو همین وعده رفتم یه ماشین کورسی خریدم، از همونایی که همیشه آرزوش داشتی. توی یه فرصت مناسب میام پیشت نشونت میدم. بای عجوزه. آقای ویژه، سردبیر کارت داره. الو بچه سلام. ببینم، گفتی شکل کی شدم؟ همفری بوگارد. همفری بوگارد. سلام. سلام جناب. کجایی؟ کم پیدایی؟ شنیدم خیلی شنگولی. کتابو بذار زمین. دنبال چی میگردی؟ حادثه؟ تو خیابونا پر اکشنه، بیا بیرون از تو کتابا. آقا جوانک مردک، غلط املایی توی روزنامه مسخره است. بی سواد آبرومون رفت، پس پول مفت میگیرید که تیتر درشت روزنامه رو با غلط املایی کوچک چاپ بشه. قربان، یه اشتباه دیگه هم رخ داده. دیگه چیست؟ 22 قتل رو نوشتن 32 قتل. حالا اون عیب نداره. خب تو چطوری؟ خوبم رئیس، تبریک میگم. متشکرم، منم به تو تبریک میگم. این روزها روزنامه خیلی خوب جان گرفته، شاید بتونیم گذشته رو جبران بکنیم. البته بستگی به این داره که ادامه پیدا بکنه یا خیر. ضمناً برای که روزنامه تیراژش بالاتر بره. سلام سلام سلام. باید شیبته به کلی عوض کنی. خب برای این منظور چند بدون سلام سلام. لطفاً اینو امضا بکن. اینم دو پاراگراف.
سعی کن به موضوع پیچ و تاب بدی. مردم براشون همه چیز خیلی زود عادی میشه. باید متنوعش بکنیم. متنوع بشیم. بله درسته. باید متنوعش بکنیم و میکنیم. میدونی من خیلی به این قطعه دل بستم. برای عکاس دگلنز جدید از مسئول تدارکات بگیر و به ایشان بگو یه خورده زاویه های بهتری رو انتخاب بکند. خب تو فکر میکنی که قاتل چه نقشه‌ای دارد؟ هنوز معلوم نیست. بچه آقا دود این تیراژو میاره پایین. پوکیه پوک دود خارج. آخه میدونین یه خورده بد سلیقه است. شاید اگه من جای اون بودم یه خورده فجیع‌تر میکشتم. اصلا اون احمق تیراش سرش نمیشه که. من بایستی بتونم گذشته رو جبران بکنم و تو هم باید بتونی قسطای ماشین کرسی و خونتو از این راه بپردازی. شاید در آینده نزدیک 10% تو رو بکنم 15%. پس خوب گوشات رو باز کن ببین من چه میگویم. به عکاست بگو از زاویه های دیگری عکس بگیر. سردبیر خواست عوضت کنه من نذاشتم. بگیر این آدمی یا قورباغه؟ چی کار داری عکس بگیر؟ بریم کنیم. یلا اینجا بریم. زاویه تواز کن، نزدیکتر زاویه مو؟ آره، قیافت نه زاویه تو از مقتول در حال جان کندن عکس بگیرید. جون بکن، جون بکن، یه خوری بیشتر جون بکن. باری کن، بیشتر. از مقتول در حال صحبت تلفنی با قاتل عکس بگیرید. گریه نکن، صحبت کن. خبرها رو فجیع تر کن، بعضی صحنه ها رو وارانه جلوه بدهید. وارانه بگی، وارانه بگی، سردمی وارانه خواست، وارانه. صورت مقتول دفرمه گرفته شود، با دوربین بازی بشود. یه خورده تکنیک به خط بدهید پسر، تکنیک. یه خورده با فیلتر بازی بشود، ترابلینگ چیزی. ترابلینگ برو جلو، بردنم خاصی با فیلتر. آفرین، آفرین، خیلی خوبه. میگم رنگی چاپش کنن، فقط یه خورده تیتر خبراتو عوض کن. بگو قاتل با یه شگرد جدید. نه، بگو که پلیس سرنخ به دست آورده. یه خورده موضوع رو اگراندیسمان کن. یه خورده اگزاجرش بده. شگرد جدید قاتل، عکس مقتول در آخرین تماس تلفنی با قاتل. روزنامه بدم آقا، روزنامه، روزنامه. مقتول در حال جان دادن، مصاحبه با همسر مقتول. ببینم چرا لباسای تازه نمیاری؟ این لباس الان چند وقته که اینجا؟ نه آقا، این لباس دفعه سومه که میفروشم. جان دادن مقتول، مصاحبه با همسر مقتول، روزنامه، عکس و تفصیلات. ببین جناب، اون دستگاه چاپ بالا رو هم را بده. صدمیا رو؟ آره. باشه. رئیس. تیراژمون رفته بالاتر. کی؟ میگم تیراژمون بازم رفته بالا. حالا باید مصاحبه کنی. چی؟ مصاحبه کنم؟ آخه با کی؟ من چه میدونم؟ یک آدم حسابی گیر بیار. از کجا؟ با کی؟ نمیدونم مشکله، ولی کار زحمت داره. باید یه خونه بگردی، یه کسی رو دست و پا کن. بالاخره باید مصاحبه کنی. مثلا برو سراغ رئیس پلیس، به پزشک قانونی یک سری بزن. مردم
توی مردم هم آدم های جالبی گیر بیان که حرف بزنن. میدونی کیا؟ اونایی که همیشه برای مسابقه چند جمله حفظن. مرد شور و کشیش هم خوبن. مردم موقعی مردن کشیش ها را بیشتر قبول دارن. چی بگم آقا؟ مهم نیست، هرچی دوست داری بگو. همه چی دوست دارم، چی میخوام؟ فقط هیجان داشته باشه. من داستان هم آقا، مردم از من مردشونو کیسته کشیده تحویل میگیرن، برا همینم مجبورم بذارمشون توی یخچال تا نوبتشون بشه. آخه تنهایی نمیرسم، سال هاست من از کارم عقب میمونم. از وقتی که زنم مرده کارا عقب میمونه، حالا بازرسم جای خودشون. اون وقت این بچه از دید کار در میره، میگه میترسم. شما بهش بگین آخه مرده ترس داره. آره که داره. این پیرمرد دلیلی بر پیشرفت علمه. ما اکنون پیرمردی رو اینجا نگهداری میکنیم که پس از 130 سال تازه دندوناش شروع به دروبدن کرده. اشتهای خوبی داره و از بینایی و شنوایی کامل برخورداره. تمام بچه های این پیرمرد و حتی زنش مردن، اما علم اونو سالم نگه داشته. میتونین با خودش صحبت کنین. من دارم میمیرم، بذارین سرم رو بکنم توی گور. کن عزیزم. چی رو گوش کنم؟ آخه تو کجایی؟ دلم برات تنگ شده. خب منم دلم برای تو تنگ شده. تو که 20 روز تحمل کردی، یه هفته دیگه هم دندون رو جگر بذار. اگه همین الان یه کاری نکن تو پرداخت اولین قسط ماشینم بمونم. اون ماشین تو سرت بخوره، من ماشین میخوام. چیکار شوهرمو میخوام؟ چقدر دلم میخواد دو تایی یه بار سوار این ماشین بشیم و یه بار دیگه بریم ماه عسل. فقط دعا کن. دعا کن 10 روز دیگه این خبرای داغ ادامه پیدا کنه. دعا کنم رسی. دعاقشو به دلت میزنم. یه خبر خوش، فردا شب یه برنامه تلویزیونی دارم. تو؟ که چی بشه؟ قاتل به یه نفر 24 ساعت مهلت داده. خوب داده باشه. یه گزارش زنده از قتل یه نفر. فردا قراره ساعت 9 شب کشته بشه. یادت نره فردا شب برنامه رو از کانال 3 تماشا کن. حتما.
همین یه کارم خب بوده. دیگه عزیزم من کار دارم. خوش باشی، شب بخیر. چی رو شب بخیر؟ سب کن ببینم. صبح بخیر. صبح بخیر. ای کجا؟ سلام. سلام. چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ قتلای به این بزرگی اتفاق میفته، تو ماشینه به این کوچیکی گیرد اومده. ما قانه محصمونه بعد نگذره. خوبه. از اکشن چه خبر؟ امشب برات یه سورپریز دارم. ساعت 8 کانال 3 رو تماشا کن. باشه حتما. موفق باشی. اوکی، ظرف ها تمام شد، دیگر کاری باقی نمونده هست. سومی نفری که بعد از یک تلفن به قطر رسید اسمش چی بود؟ اسم او چیزی به پخش برنامه باقی نمونده. میبخشید عزیزم. پس خوب شد من یادت انداختم. جواب منو ندادی، اسمش چی بود؟ لطفاً اون روزنامه رو حالا بگذارید کنار عزیزم. شب بخیر بینندگان عزیز. برنامه امشب شبکه سوم یک برنامه فوق‌العاده است که امیدواریم جبران خستگی کار روزانه شما را بنماید. قطرهای تلفنی موضوع روز شهر ما شده است. به راستی چه کسی دست به این جنایات هولناک میزند؟ در برنامه امشب که به طور مستقیم از محل محافظت مقتول آینده شهر ما پخش میشود، خبرنگار ویژه قطرهای تلفنی شما را به محل حادثه میبرد. او شما را در جریان قتل آخرین نفری که به وسیله تلفن مورد تهدید واقع شده خواهد گذاشت. این شما و این گزارش زنده و فوق‌العاده این شب شده. خانم ها، آقایان، شب بخیر. من خبرنگار ویژه قتل‌های تلفنی روزنامه عصر دوا لامبر. از آخرین حادثه تلفنی براتون گزارش تهیه می‌کنیم. 23 ساعت پیش قاتل به وسیله تلفن به یک نفر 24 ساعت مهلت داده. ساعت 9 امشب این مهلت به پایان میرسه. ما برای جلب رضایت شما از این حادثه به مدت 1 ساعت برنامه زنده تهیه دیدیم. تا چند لحظه دیگه شما شاهد اجرای این برنامه این پسر در آخشم. هرچه او معروف در میشه تیراژ روزنامه میره بالا در میشه. باید بیشتر روی سرمایه گذاشت. لیاقتش تو دارد؟ بله. لطفا همه آماده باشن، مقتول بیارین به محل. برید کنار، برید کنار. آی دکتر مراقب. اجازه بدین، اجازه بدین. حالا میخوام با مقتول مصاحبه کنم. لطفاً توجه کنید. میبخشین، قاتل با شما چه ساعتی رو قرار گذاشته؟ ساعت 9. ممکنه احساستون رو در این ساعت آخر عمر بیان کنید؟ از شما ها بدم میاد، به خصوص از تو لندهو. ممکنه برای بینندگان ما دلیلش رو بفرمایید؟ برای اینکه شما ها زنده میمونین و من باید بمیرم. از کجا مطمئن هستید که حتما کشته میشین؟ بعد از بی‌عرضگی های پلیس و پزشکا، بعد از جنشیش قدر متوالی، دیگه چیه که بعد از یه تلفن مطمئن نباشه؟ متشکرم. بینندگان عزیز، حالا به مصاحبه ما با رئیس پلیس که قبلاً تهیه شده توجه بفرمایید. آقای رئیس، لطفاً شلوغ نکنید. من از مردم تقاضا میکنم موضوع رو جدی تلقی نکنن. حتی گاهی وقتا
به این نتیجه میرسیم که این قتل ها همش نتیجه سوء تفاهمه. شاید هم علت اکثر اونا بیماری های معمولی باشه. جیلت اینقدر مزخرف میری تا کی این میکنی به من؟ جیلت جیتو. آره از چرا سانسور کردن؟ از چرا سانسور کردن؟ بقیه مصاحبه کن. این مردی که خبرنگار داره همه ما رو بی آبرو میکنه. اون داره مردم رو به پلیس بی اعتماد میکنه. ای آی دکتر ببخشید، نظر شما در مورد قطع های تلفنی چیه؟ برای علم کمیت مهمه. هنوز به نمونه های بیشتری احتیاج داریم. امیدوارم با بررسی اجساد بعد نتیجه روشن بشه. خوشبختانه این روزها ما برای کالبد شکافی دستمون بازتره. نبض زندگی در قلب سیکو میتابد. چه به موقع. خب آقای رئیس پلیس، ممکنه برای بینندگان ما بگید که آمار مرگ و میر با روزهای قبل از حادثه چقدر فرق کرده؟ بله هیچ فرقی نکرده. قبلا ما روزی یک تا دو تا مرگ طبیعی و غیر طبیعی داشتیم، حالا همینطور. فقط تنها فرقی که ایجاد شده اینه که مردم با خبر میبیرن. سهمیه ما عوض نشده. خب پلیس چه اقداماتی در این زمینه انجام داده؟ به تعداد هر مقتول ما چند نفر رو دستگیر کردیم، اما هیچ کدوم اعتراف نکردن. البته اگر اجازه میدادن اینها رو شکنجه کنیم همشون به قتل اعتراف میکردن، ولی حالا دم از بیگناهی میزنن در صورتی که خودشون میدونن چی کاره. شما چه پیامی برای مردم شهروندان ما دارید؟ هیچ نگران نباشن و به زندگی عادیشون ادامه بدن. ما نباید در مقابل قاتل و یا قاتلین احتمالی ضعف از خودمون نشان بدیم، چون در این صورت اونا جریتر میشن. همین. شما در مورد 46 مقتول چه اقداماتی انجام دادید؟ ما تمام ساختمان رو با سوراخ سنبه‌هاش محاصره کردیم. مأمورین پلیس افراد مشکوک رو بلا فاصله بازداشت میکنن، بنابراین جای نگرانی نیست. این کار بی نتیجه رو همیشه انجام دادین. چه انگیزه ای باعث شده که بازم به این کار دست بزنیم؟ ببخشید، ما وظیفمون رو انجام میدیم. من جدا از مردم میخوام که به محض هر گونه تلفن مشکوکی ما رو در جریان بگذارم. ضمناً به قاتل و یا قاتلین هشدار میدم که پلیس رو دست کم نگیرن. از همه آقایان و پزشکانم تقاضا میشه با ما همکاریشون رو بکنم. خوب گفتم. زندگی بهتر با توشیبا، محصولات خانگی توشیبا. ممکنه بپرسم که این لحظات آخر عمر به شما چجوری میگذره؟ بله، مثل همه عمرم تون. قاتل در آخرین لحظه به شما چی؟ گفت به همه بگم که
این دفعه شاید بیاد سراغ شما. سیتیزن نبض زندگی در قلب سیتیزن میتواند. ببخشید خانم، نظر شما درباره قطعه تلفنی چیه؟ مرگ خوبه، اگه مرگ نباشه من حوصله‌ام از دست یه مش دوست آشناهای تکراری سر میده، ولی یکیشون که میمیره من اینقدر متاثر میشم. شما؟ منم همینطور. ترجیح میدم به اطلاع ببینم. آخ چون از روزی که خبر مرگم رو دور از جان بهم بدن زندگی بهم تلخ میشه. حتی اگه بهم بگن 100 سال آزگار دیگه میمیره، من هنوز جوانم، به این نفسم نگاه نکنید شما. به قول معروف حالا حالا آرز دارم، زنده میمانم. نظر شما چیه پدر روحانی؟ مرگ حق پسرم، من با مرگ زندگی میکنم. یه سوال دیگه، این برای شما جالب نیست که میتونید خودتون رو در آخرین لحظات بالای سر هر محتضری برسونید و براش دعا کنید؟ این برای من تازگی نداره فرزندم. من قبلا هم بالای سر محکومین به اعدام و محتضرین حاضر میشدم. در واقع من هر روز منتظر مرگ این اون هستم، چه تلفن بشه چه تلفن نشه. این دیگرانن که مرگ خودشون رو از یاد میبرن. آیا شما منتظر نیستین که یه روزی زنگ تلفن برای خود شما به صدا در بیاد؟ ناقوس کلیسا هم برای من همین معنا رو میده. صدای تک تک ساعت هم همینطور. هر زنگی برای من زنگ مرگه. من با مرگ به دنیا اومدم. هممون با مرگ به دنیا میاییم. ولی متاسفانه بشر فراموشکاره. خیلی زود فراموش میکنی. نبض زندگی در قلب سیکو میتپد. حتما شنیدین که قاتل بعد از تلفن ضمن اعلام مرگ اینا رو نصیحت هم میکنه. آیا فکر نمیکنید که قاتل یا قاتلین به دلیل عقده‌های سرکوفته اجتماعی اقدام به قتل میکنند؟ یا در تعقیب طبقه مرفه تر هستن؟ آیا فکر نمی کنید که قاتلین انگیزه سیاسی داشته باشن؟ 10 نفر از مقتولین تا به حال سرمایه دار بودن. یک شنبه باید زودتر برم کلیسا. صحبت مرگ و میر که میشه تو کلیسا جای سوزن انداختن نیست. من میترسم بابا جون. شما شبام مرده میشورین؟ بله آقا، همیشه میشوریم، اگر نه عقب میمونیم. خصوصی درسته که میگن همه مردم از مرگ و میر ناراضی هن جز مرد شورا؟ این چه حرفیه؟ اولا که مرگ حقه، ثانیان هر کس از یه را نون میخوره. دوربین، دوربین. خسته نباشی آقا پسر، شما از مرده نمیترسی؟ اولش چرا؟ ولی حالا نه، بازی خوبیه. من فقط بچه مرده ها رو میشورم. تو هیچ روزنامه نمیخونی؟ نه آقا، من سواد ندارم، فقط روزنامه میفروشم. نبض زندگی در قلب کاسیو میتپد. فقط یک عکس. خواهش میکنم اجازه بدین فقط یک عکس. دیگه چیزی به آخر عمرش نمونده. اجازه بدین فقط یک عکس. خواهش میکنم اجازه بدین. خیلی خوبه. کی داشت بالا میره؟ سابلون، سابلون محصولی از ICI. با سابلون مرگ از شما می گریزد. هر جا که سابلون باشد شما به سلامت باز خواهید گشت. سابلون محصولی از ICI. لحظات دقیق باقی مانده زندگی با ساعت سیکو.
شنوندگان عزیز، بینندگان عزیز، تا پایان برنامه یک دقیقه فرصت. اما این سوال انسانی به قوت خودش باقیه که آیا قاتل مقتولین رو میشناسه؟ آیا در مراسم تدفین اونها شرکت میکنه؟ آیا قاتلین از عواطف انسانی کاملا بی‌بهره‌اند؟ آیا قاتل یک بیمار روانیه؟ سرگذشت 25 زن مقتول فوق‌العاده. شو بیا اینجا یه خورده کمکم کن. بازم برو بعد بیار. بزشمن بیا جلو سرشو نگردار. روزنامه فروختن داریم، نه آورده یک کمک کردم به من. چرا واسده نگاه میکنی پس؟ بیا بیا جلو سرشو نگر، تکون نخوره. حالا که روزنامه هات فروش نمیره باید تمام روز بیای کمک کنی، باید بزرگرم بشی. خبرنگار ویژه قطعای تلفنی بفرمایید. الو. بازم تویی؟ هنوزم نمیخوای بیای خونه؟ نه، هیچ حوصله ندارم. یه هفته است که به کسی تلفن نشده. دنبال قضیه هستم. باید یه سر نخی گیر بیارم. اگه تو یک ساعت دیگه نیای خونه،
برای همیشه منو نمیبینی؟ دست بردار، بازم قرارای همیشگی. آخه تو کی میخوای اخلاقتو عوض کنی؟ به من تلفن شده، یه ساعت به مهلت داده. چی گفتی؟ به تو تلفن شده؟ بچه ها یه سر نخ، یه سر نخ، گیرش آوردم، گیرش آوردم. چی میگه؟ یه سر نخ، یه تلفن جدید. چرا؟ باید بگم خیلی متاسفم عزیزم. گفتی چقدر بهت مهلت داده؟ یه ساعت؟ تا عکاس حاضر بشه اومدم. میخوام یک ساعت رو تنها باشی، کسی رو با خودت نیار عزیزم. چشم عزیزم. چی شده؟ خبریه؟ حتما یه سر نخی گیره بردی ها؟ به زنم تلفن شده. راستی؟ راست میگی؟ چقدر وقت داده؟ یک ساعت. تبریک میگم. آره دوباره تیراژ میره بالا. چه فایده؟ حقوق ما که همونه. حالا میخوای چیکار کنی؟ میره خونه؟ بیچاره زنت کارش تمومه. پیش به سوی خبرهای داغ داغ داغ. موفق باشی. موفق باشی. عکسای خوبی بگیری. میرم دنبال سوژه ولی این دفعه تنهایی. تنها تنها؟ پس من چی؟ سلام عزیزم. چقدر مونده عزیزم؟ ها؟ اونجا بسی عکس ازت بگیر. نگفتی چقدر بهت مهلت داده؟ دروغ گفتم. دروغ گفتی؟ خواستم بکشمت خونه تا بعد از این همه وقت با هم یک قهوه بخوریم. در ضمن منم تکلیفمو با تو مرد بی عاطفه روشن کنم. آخه اینم شد زندگی؟ خیلی خوشحالم عزیزم. خوشحالی؟ آره. چی؟ اگه تو میمردی بدون شک منم میمردم. البته از غصه عزیزم. آره آره میدونم. باور کن اگه تو نباشی، یعنی اگه تو نبودی، میدونی چی بگم؟ میشه عزیزم تلفن رو جواب بدی؟ عزیزم گفتم میشه تلفن رو جواب بدی؟ میگم تلفن رو وردار. چرا جواب نمیدی؟ ولی شاید با تو کار داشته باشم. نه ترس، گوشی رو وردار، من اینجا پیشت هستم. من میترسم. نه ترس.
خبرنگاری بیش این تیراژ رو بالا میبرد برای نتیجه گیری علمی به نمونه های بیشتری احتیاج دارم.